Bismillahirrahmanirrahim. Tefsiri Sure-i Gâşiye. Beyan-ı kudreti Allah Subhanahu ve Teala ve ispat-ı vâkı şudeni ruzi kıyamet. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ آیا مردم خلق شدن شتر را نمی بینند که چگونه الله سبحانه و تعالی شکل او را برابر ساخته است؟ چگونه برایش وصف های بخشیده است که در دیگر حیوانات وجود ندارد؟ و الى السماء کیف رفعت؟ و به آسمان که چگونه برداشته شد؟ یعنی چگونه در آسمان نمی بینند و چرا در این سقف بزرگ برداشته شده و مستحکمی که به یگان ستون راست استاده است و شکافی و عیبی ندارد نمی اندیشند؟ و الى الجبال کیف نصبت؟ و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب و استوار گشتند؟ یعنی چرا به کوه ها نظر نمی کنند؟ به کوه هایی که راست استادند، با زیبایی خاص استادند، زمین را ثابت نگه می دارند و هر کوه چون انگشت سبابه که به یگانگی پروردگار گواهی می دهد؟ و الى الارض کیف سطحت؟ و به زمین که چگونه پهن کرده شد، یعنی چگونه به زمین نمی اندیشند که به منظور زندگی بر رویش برابر ساخته شده است. زمینی که پهن است برای مردم و فرش است برای همه مخلوقات ساخته شده است تا زندگی در آن راهی کمال را بپیماید. پس ای محمد، پند بده که تو فقط پندهنده ای. یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، با آیات های قرآن و دلایل های آفرینش در مخلوقات مردم را پند بده. همچنان نوع های نعمت ها و روزهای عذاب ها را برای مردم یادآوری نما، زیرا وظیفه تو است تنها پند دادن است. یعنی تو بر آنان مسلط نداری تا بر آنان مجبورشان سازی، بلکه تو رهنما هستی که حجت را اقامه میکنی، دلیل ها را واضح می نمایی و به سوی هدایت فرا می خوانی. ولی کسی که رو بگرداند و کفر بورزد، مگر کسی که از هدایت پشت گرداند به رسالت کافر شود، از راهیابی روگردان باشد، از دلیل ها انکار ورزد، حق را دروغ پندارد، چنین کسی را راستی که مستحق عذاب و عقوبت شده است، چنین کس مستحق عذاب و عقوبت شده است. الله تعالی او را به عذاب بزرگ عذاب میکند. یعنی الله سبحانه و تعالی او را در روز قیامت به عذاب سخت با آتش دوزخ و زنجیرهای آهنین در آتش دوزخ که خیلی چقور است و طعام اهل آن زقوم است عذاب می نماید. به یقین بازگشت همه به سوی ماست، یعنی براستی که بازگشت همگان به سوی پروردگار است و همه به سوی او بر می گردن. بنابراین همه عملها و مردم در روز قیامت
به سوی او می روند. و آنگاه حساب آنها به ما می باشد. یعنی بعد از آن حساب مردم در روز قیامت بر ماست. یعنی به همه رسیدگی کامل می نماییم و هر یک را مطابق عملش از خیر باشد و شر جزا و پاداش می دهیم.